عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. اجازه بدید در امروز به موضوع ویژه‌ای بپردازیم که الان مورد بحث جنجال‌هایی هم در آمریکا ایجاد کرده، هم در بین شهروندان ایرانی، به ویژه کسانی که پرونده پاکی دارند و روادید سفر به ایالات متحده آمریکا رو دارند، اما نگرانند که مبادا داشتن این روادید به معنای اجازه ورود به خاک آمریکا نباشه، با توجه به سوابقی که امروز در برابر ماست، از جمله جلوگیری از ورود چندین تن که حتی پذیرش های دانشگاهی داشتن یا پیش از این در آمریکا درس می‌خوندن، بعد مشخص شد که اینا روابطی دارن که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در آمریکا بر اونها وقوف پیدا کردن. با یک کارشناس هستیم، شخصیت حقوقدان خانم دکتر زهره میزراهی عزیز از راه دور، و پرسش من اینه که آمریکایی‌ها میخوان در این زمینه، در زمینه جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاران ایرانی، تجار و همینطور کسانی که صاحب روادید هستند و امروز دچار دغدغه، تا کجا میخوان پیش برن و چه کسانی مشمول میشن، مشمول قواعد و قوانین جدید. عرض ادب خدمت شما. در خدمت شما هستم، ولی امیدوار بودم که در شرایط مساعدتر و مناسبتر باشه. مسئله که دوستان باید دقت داشته باشن اینه که از دیر زمان دولت آمریکا این مسئولیت را هم به پرزیدنت آمریکا رئیس جمهور میده و هم کنگره، برای اجازه ورود به اشخاصی که نیت مسافرت با آمریکا دارن، و برای اونا مسئله ملیت، مذهب، نژاد و یا غیر و ذالک مطرح نیست. مسئله‌ای که برشون مهمه امنیت آمریکاست و امنیت ملی کشوره. چیزی که ما مشاهده کردیم حتی از زمان جناب آقای اوباما، ورود بسیاری از ایرانیان به آمریکا تحت شرایطی میتونست عملی بشه. اگر به خاطر داشته باشید این مربوط میشد به اتباع اروپایی که با پاسپورت به ایران سفر رفته بودن، این اشخاص میبایستی اقدام میکردن برای ویزا از طریق کنسولگری. ظرف دو سال گذشته ما تحولات بسیاری رو داریم تجربه میکنیم که از اون داستان تحریم مسافرت اتباع 7 کشور شروع شد که ایران یکی از این برنامه ها بود، و میبینیم که ظرف چند ماه گذشته به خصوص از آگست 2019 مانع از ورود یه عده از دانشجوهای ایرانی شدن. تعداد 13 تا 16 نفره. بسیاری از این اشخاص مصاحبه رفتن در کنسولگری، ویزاشون مورد قبول واقع شده، ولی باید به خاطر داشته باشیم که ورود این اشخاص تا لحظه آخر در کنترل اداره مهاجرت و یا وزارت کشور که دیپارتمنت آف هوملند سکیوریتی باشه هست. یعنی اگر کنسولگری که زیر سلطه وزارت امور خارجه است ویزایی صادر میکنه و اجازه میده این مسافر به آمریکا سفر بکنه، لحظه آخر در فرودگاه CBP و یا بخشی که فقط به مسائل گمرک و ورود اشخاص رسیدگی میکنه، میتونه تصمیم بگیره که آیا این شخص مسافر میتونه وارد خاک آمریکا بشه یا خیر. و چیزی که شما دیروز در اخبار مشاهده کردید، برنامه ممنوعیت صدور ویزای سرمایه گذاری به تجار و سرمایه دارای ایرانی هست. شما فکرش بکنید از سال 1955 معاهده مبادله‌های اقتصادی و تجارت ما بین ایران و آمریکا وجود داشته، ولی در اکتبر 2018 زمانی که تحریم‌های اقتصادی بر علیه ایران به طور جدی‌تری شروع شد،
تصمیمشون بر این شد که هیچ ایرانی، یعنی ملیت ایرانی، چه در آمریکا و چه بیرون از آمریکا، دیگه نمیتونه تحت این معاهده ویزای سرمایه گذاری رو بگیره. و حتی آخرین اخطاری هم که دادن اینه که اشخاصی که در حال حاضر پرونده هاشون در جریان هست، نامه هایی دریافت میکنن که نمایانگر نیت اداره مهاجرت از رد کردن این تقاضا هاست و کسایی که این ویزا را دارن و این ویزا اعتبار داره میتونن در آمریکا بمونن، به تجارت و یا سرمایه داری بپردازن تا روز آخر که ویزاشون خاتمه پیدا میکنه. سکا خانم دکتر میزایی، آیا این برمیگرده به مجموعه اطلاعاتی که خود دستگاه اطلاعاتی در ایالات متحده آمریکا نسبت به نیات بعضی از کسانی پیدا کردند که به قصد سرمایه گذاری آمدند، اما واقعیت اینه که هدفهای دیگری در سر داشتند؟ مثال جدیدیه که همه ما رو یک شنبه گذشته و یا دو شنبه گذشته مشاهده کردیم، نمونه بارزی از فرمایش شما که منابع اطلاعاتی و هوش آمریکا به این مسئله پی میبرن که بسیاری از اشخاصی که تحت عنوان ویزای دانشجویی به آمریکا قبلا اومدن یا اینجا حضور دارن، از عوامل مشکوکن و یا عوامل خود جمهوری اسلامی هستن و نگرانی اونا اینه که حضورشون در آمریکا کوتاه مدت و دراز مدت ممکنه اثر بذاره روی منافع و امنیت ملی آمریکا. روی این حسابه که دست به اقداماتی زدن در شناسایی بسیاری از این اشخاص و طبیعتاً نمیدونم شما سخنان آقای براین هوک که نماینده خاص ایران دسک در وزارت امور خارجه از شنیدید یا خیر، از داخل ایران دارن خیلی اطلاعات میگیرن برای شناسایی بسیاری از این اشخاص که باعث سرکوب مردم و تظاهر کننده در ایران شدن، و یا اینکه فرض کنید اینجا کارگردان بسیاری از این فضاهای مجازی هستن که دارن اطلاعات و یا حتی پیام‌های خشونت بر علیه دولت آمریکا میدن. بنابراین روی این پایه به اساسه که دست به این اقدامات زدن، و باید به خاطر داشته باشیم که بسیاری از اوقات نهادهای دولت آمریکا هیچ اطلاعاتی راجع به یک شخص به خصوص بیرون نمیده. اونا بر اساس مواضع خودشون و استانداردهای خودشون تصمیم میگیرن که آیا این شخص اجازه ورود به آمریکا را داره یا خیر. سکه خانم دکتر بیزایی عزیز، ممنون. داریم گفتگو میکنیم با ایشون. همینانم خانم دکتر بیزایی، گفته شده که آمریکایی‌ها در جریان هک کردن پاره‌ای از نهادها در ایران، به ویژه در دورانی که در پی دستیابی به اطلاعاتی پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند، به مدارک و اسنادی دست پیدا کردند که اونها رو کاملا آگاه کرده نسبت به شخصیت‌ها و گروه‌ها، به ویژه پرسنل برخی از نهادها، نهادهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی در ایران. اخیراً میشه وایس آف امریکا عکسهایی منتشر کرد از آقازاده‌هایی که در آمریکا هستند. خب از منظر حقوقی خودش میتونه یه علامت سوال بزرگ باشه، اما در عین حال میتونه گواه بر این باشه که به حد کافی سند و مدرک درباره این آقازاده‌هایی که در آمریکا هستند وجود داره و از این بابت نگرانی نیست. به خاطر داشته باشید که سه نهاد مختلف هست از دولت فدرال آمریکا که بله داره به این کار رسیدگی میکنه. 19 دسامبر جناب آقای پامپئو در حضور بسیاری از ایرانیان اعلام کرد
که ویزای دانشجویی به بسیاری از فرزندان خانواده های رهبران جمهوری اسلامی دیگه صادر نخواهد شد. این اشخاص اجازه ورود به آمریکا را ندارند. در کنار اون وزارت خزانه داری آمریکا بلافاصله شروع کرد به شناسایی بسیاری از حساب‌های بانکی و حتی ارقامی که توی اون حساب‌ها هستند در آمریکا توسط آقازاده‌ها. و بعدش دپارتمنت آف هوملند سکیوریتی هست که بلافاصله داره ویزایی که صادر شده یا حتی گرین کارتایی که به این اشخاص صادر شده ظرف چند سال گذشته دارن تحت بررسی قرار میدن و تحقیقاتشون خیلی وسیع و گسترده است. برای اینکه شما فکرش بکنید اگر توی یک اپلیکیشن سوال پرسیده شده که آیا شما هرگز در کشت و کشتار یک شخص به خاطر عقاید مذهبی، عقاید سیاسی، نژاد، ملیت و یا گروه اجتماعی دخالت داشتید یا خیر، و اگر پاسخ منفی داده باشن و خلاف اونا ثابت بکنن، این خودش دو نوع جرمه. یکی شرکت در چنین عوامل و مسئله مهمتر دیگه دروغ زیر سوگنده. بنابراین تحت این عناوین میتونن حتی سر وقت اتباع آمریکا برن، یعنی ایرانیایی که تونستن تابعیتشون رو بگیرن و یا کسایی که گرین کارت دارن. متاسفانه این یه حالتی پیدا میکنه که بسیاری از پرونده ها زیر ذره بین خواهد رفت و تا اداره مهاجرت این اشخاص شناسایی، محاکمه و بیرون نکنه از آمریکا دست بردار نخواهد بود. از سخنان شما استنباط کردم که دریافت روادید توسط کنسولگری ها در هر جای دنیا هیچ به معنای اجازه ورود به خاک آمریکا نیست، درسته؟ کاملا کاملا. حرف نهایی USCBP یعنی اداره گمرک و تفتیش وزارت کشور آمریکا میگیره. خب حالا این سوال مطرح میشه خانم دکتر میزایی که آیا ممکنه که ایالات متحده آمریکا امتیازاتی که به پاره‌ای از شهروندان ایران داده، مثلا اونایی که به قصد سرمایه‌گذاری آمدن، اما بعد متوجه نیات اونها شده، اطلاعاتی به دست آورده که نشون میده اونها نیات دیگری دارن، این امتیازات رو پس بگیره؟ یعنی امکان از نظر قانونی وجود داره؟ کاملا. الان خدمتتون در ارتباط با ویزا اگر صحبت میکنیم و یا طبق فرمایش شما روادید، میتونن این کار هر زمان انجام بدن. خیلی مهمه که مردم متوجه بشن تا زمانی که شما سیتیزن آمریکا نشدید، یعنی گرین کارت دارید، حضور یک شخص بیگانه در آمریکا حالت امتیازه و این امتیاز همیشه میتونه پس گرفتنی باشه، میتونه لغو بشه طبق قانون. اما اشخاصی که در آمریکا زندگی میکنن، چون قانون اساسی آمریکا در بند 14 داره میگه هر شخصی که در آمریکا، اوکی؟ بله. این هر شخص میتونه تعریف بشه در سیتیزنی که اینجا به دنیا آمده و نسلن در نسل در آمریکا بوده، کسی که اخذ تابعیت داشته، کسی که فرض کنید اومده اینجا برای گردش و مسافرت و یا کسی که غیر قانونیه. تمام این اشخاص مشمول و اون برنامه های حمایتی قانون اساسی آمریکا هستن. این فرق میکنه این داستان. یعنی امروز کسی که ویزای سرمایه گذاری داره و حتی متهم شده به یک عمل تروریستی و یا خشونت بر علیه مردم، اداره مهاجرت میتونه ایشون را سلب موقعیت بکنه و اون امتیاز ازش پس بگیره. ولی چون در خاک آمریکا هست، از نظر قانونی باید در دادگاه حضور پیدا کنه
که بتونه به اتهاماتی که بر علیهش وارد شده پاسخگو باشه. پاسخگویم چیه؟ اداره مهاجرت آمریکا یا دادستانی اداره مهاجرت باید ثابت بکنه که این شخص بر خلاف قوانین مهاجرتی و یا قوانین فدرال آمریکا عمل کرده. به این آسونی نیست. ولی زمانی که یک شخص بیرون از آمریکا ویزا میگیره، وارد فرودگاه لس آنجلس، بوستون و یا نیویورک میشه، فرودگاه هنوز به عنوان یک اینترنشنال تریتوری و یا مکان بین المللی هست. قوانین و حقوق اساسی به این اشخاص تعلق نمیگیره. به همین دلیل که یک شنبه شب بعد از تمام این داستانا که خانم وکیلی رفت و مانع شد از اخراج این شخص و وقت دادگاه براش گرفت صبح روز بعد، اداره مهاجرت قشنگشون رو گذاشت توی هواپیما و دیپورتش کرد. دلیلش هم اینه که فرودگاه آمریکا نیست. عضو تریتوری یا جزو سرزمین آمریکا محسوب نمیشه، بلکه بهش میگن اینترنشنال باوندری. خب دوشو، یکی از دانشجویانی که آمده ویزا داشته وارد خاک آمریکا بشه، اجازه ورود بهش ندادن، تمام تلاش هم بی نتیجه ماند. گفته میشه که اونا اطلاعاتی پیدا کردن در شبکه‌های اجتماعی، در صفحه‌های در صفحه اینترنتی این شخصیت که عکسی چاپ کرده از یکی از شخصیت‌های شبه نظامی که فعالیت‌های تروریستی می‌کرده، از او پشتیبانی کرده و خواهان انتقام شده از آمریکا. میخوام ببینم که طلب لفظی انتقام گیری از آمریکا بدون شرکت در عملیات تروریستی هم میتونه مجوزی باشه برای جلوگیری از ورود مثلا شهروندی شبیه او؟ بخش اول خیر. خیر. ایشون میتونه هر کیو دلش خواست تحسین بکنه. اون اصلا مسئله نیست. ولی زمانی که ایشون داره دعوت میکنه مردم ها به خشونت بر علیه آمریکا، طبیعتاً این موردی میشه برای اخراج شخص از این کشور یا اصلا اجازه ورود بهش ندن. در پاره از موارد وکلا سعی کردن اطلاعاتی از پلیس بگیرن یا خود متهم سعی کرده که بپرسه برای چی مثلا اجازه ورود به من نمیدید. اغلب به این توضیح قناعت کردن که آقا ما وقتی با شما مصاحبه کردیم متوجه شدیم که نیتتون موندنه در ایالات متحده آمریکا و همین هم کافیست که اجازه ورود ندیم، اجازه ورود به شما رو صادر نکنیم، و معمولا توضیح بیشتری نمیدن، در حالی که بعدا مشخص شد که نه، دستگاه اطلاعاتی امنیتی FBI، هوملند سکیوریتی، CIA، اینا اطلاعاتی دارن در باره پاره افراد که معمولا حتی به وکلاشون هم نمیدن، به وکلای کسانی که اجازه ورود به اونها داده نمیشه. چرا توضیح نمیدن؟ به چند دلیل چنین کاریو نمی کنن. ولی این اگر به خاطر داشته باشید، زمانی که وقایع 11 سپتامبر 2001 رخ داد، دولت آمریکا بعد از در واقع مطالعات زیاد و بررسی بخش‌های مختلف قانونی، چند مورد قانونی وضع کردند که از اون زمان به امروز این در حال اجرا هست. یکی از این برنامه‌ها اینه که اگر دولت و یا نیروی انتظامی آمریکا اطلاعاتی به دست بیاره، هیچ اجباری نداره این اطلاعات ها به طور عموم آزاد بکنه، فقط در شرایط خاص میتونه با اون قاضی و یا دادگاه چنین کار انجام بده. مثلا ما موارد مختلفی خود من تجربه کردم که اتهامات اومده بر علیه موکل از طرف فرض کنید پلیس بین الملل و
و ما رفتیم توی دادگاه برای آزاد کردن شخص، نیروی انتظام آمریکا و یا بین‌الملل این اطلاعات را حتی به وکیل شخص نمیدن، فقط به اندازه ای اطلاعات ها میدن بیرون که این شخص بفهمه به چه دلیل در چنین پروسه‌ای قرار گرفته و چرا این اتهامات بر علیهش وارد شده. دلیلش هم اینه که نمیخوان منابع اطلاعاتیشون را فاش کنن، چون ممکنه برای اونا ایجاد خطر بکنه، ممکنه منابع هوش و یا اشخاصی که دارن بهشون اطلاعات میدن توی خود اون دم و دستگاه دولت ایران یا اون کانون دولتی باشن و جونشون به خطر بیفته. بنابراین این یک امر طبیعی، تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن و هنوز که هنوز بعد از سالها که این قانون مورد چالش قرار گرفته، هیچ دادگاهی حاضر نشده به وکیل دفاع چنین اجازه بده که بتونن از منبع اون سر در بیارن و بفهمن این از کجا اومده. خب همینان داریم گفتگو میکنیم با زکا خانم دکتر زهره میزایی، حقوقدان و کارشناس امور مهاجرت با سوابق خیلی طولانی. تشکر میکنم ازشون. آخرین پرسش هم اینه که خانم میزایی، اگر واقعا یک شهروند بیگناه ایرانی با یک پرونده پاک گذشته، پاک دخالتی هم در کار تروریست نداشته، در خشونتگرایی مذهبی نداشته، زوادید بره، امروز دوچار دغدغه است، نمیدونن که بیاد پرواز کنه با آمریکا، رو راه میدن یا نمیدن، چه سخنی دارید که اسباب آرامش خیال اونها بشه؟ چه توصیه‌ای به اونها میتونید بکنید؟ آقای میبودی، از سپتامبر 2017 که این قانون ترابل بند یا ممنوعیت سفر به آمریکا صادر و مورد اجرا قرار گرفت، ما یک سال و نیم بسیار سختی و شاهدش بودیم که بسیاری از مردم، خانواده ها حتی، میرفتن تقاضای گرین کارت میکردن، تقاضای ویزا میدادن، ولی پرونده ها به نتیجه نمی رسید و مکررن می بایستی اطلاعات مختلف بدن از نظر ایمیل ادرسشون، فیسبوک و یا برنامه های مختلف دیگه. الانه بعد از این مدت زمان تمام نهادهای وزارت امور خارجه تونستن این برنامه را به طور منظم درست کنند و الان میبینیم خیلی از گرین کارت ها داره صادر میشه، خیلی اطلاعات داره رد و بدل میشه و بسیاری از مردم که در نگرانی بودن، در تشویش و اضطراب که های اصلا میتونن وارد آمریکا بشن یا خیر، تونستن به هدف نهایی برسن. اینو ما باید یه حالتی ببینیم که دولت آمریکا نیاز به این مدت زمان داشت که بتونه وقتی از همکاری دولت ایران برخوردار نیست برای شناسایی درست مسافرین و سرنشینان هواپیمایی که از ایران یا کشورهای اروپایی میاد، خودشون متوسل بشن به راه‌های مختلف دیگه برای شناسایی این اشخاص و الان نتایجش رو شما دارید میبینید. کسایی که از دیدشون مشکوکن اجازه ورود نمیدن، ولی بسیاری از اشخاص دیگه که نشون دادن ریشه خانوادگی اینجا دارن یا ثابت کردن در ایران با هیچ گونه ارگان جمهوری اسلامی یا سپاه فعالیت نداشتن، به راحتی میتونن به آمریکا سفر کنن. خانم دکتر زهره میزایی عزیزم، سپاسگزار از توضیحات روشنگر شما، ممنونم. خوشحال میشم در خدمتون باشم مثل همیشه و سایه شما کم نشه.